گرمترین سلامهای ما را پذیرا باشید. از شروع خیزش انقلابی مردم ایران بر علیه رژیم جمهوری اسلامی تا کنون در سراسر کشور صدها تن به دست نیروهای امنیتی رژیم کشته شدند و هزاران نفر زخمی و یا توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر و زندانی شدند. بنابر گزارش هرانات این مدت 440 نفر که 61 نفر از آنها کودک هستند در سراسر کشور جان عزیزشان توسط رژیم گرفته شده. اما طی یک هفته گذشته جمهوری اسلامی در کردستان دست به جنایت دیگری زد. در مهابات و سنندج و پیرانشهر و جوانرود مردم معترض را به رگبار بست و بنابر ویدیوهای منتشر شده در جوانرود و دیگر جاها از گاز اعصاب استفاده کرد. جنایتی که یادآور جمعه خونین زاهدان، نیزار جراحی ماهشهر در آبان 98 و یا لشکرکشی 28 مرداد 1358 که به فرمان خمینی و با شعار جنگ با کفار به کردستان شروع شد. خالد حاج محمدی، دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست خط رسمی، به برنامه امروز ما خوش آمدید. خیلی ممنون. منم به شما و به همه بینندگان و شنوندگان برنامه نینا سلام عرض می کنم و ضمناً از همین جا یاد همه جان باختگان این دوره رو گرامی می دارم، به خانواده و بستگانشون تسلیت عرض می کنم و همچنین به مردم مبارز ایران. خالد حاج محمدی، طی چند روز گذشته جمهوری اسلامی یک بار دیگر به کردستان لشکرکشی کرد. با دوشکا و گلوله جنگی اقدام به قتل عام مردم معترضی کرد که بجز سنگ و فریاد سلاحی در دست نداشتند. این جنایت رژیم مورد نفرت و اعتراض وسیع قرار گرفته. اهداف حاکمیت از این حمله چه بود و شما فکر می‌کنید که چقدر از اهداف رژیم رو برآورده کرده؟ فکر کنم نه تنها مردم ایران، الان دنیا در جریانه که جمهوری اسلامی باید چلنج جدی طرفه. مسئله سرنگونی و ادامه حاکمیت پدیده‌ایه که در مقابل جمهوری اسلامی هست و مردم ایران تو این ماه‌ها وسیعاً به میدون اومدن و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی شدن. در نشه پایه های حاکمیت لرزیده، بالاش به هم خورده، اعتماد به نفس تو صفوف جمهوری اسلامی پایین اومده و مسئله ادامه حیات یا عدم ادامه حیات رژیم زیر سؤاله. انقلاب سومی در ایران در جریانه و شکست انقلاب پروژه حاکمیته. در نشه تا جایی که به لشکرکشی به کردستان تو این روزها برگرده، تاکتیکیه از میان ده ها تاکتیکی که تو این دوره جمهوری اسلامی برای شکست این مبارزات و شکست انقلاب سوم ایران انتخاب کرده و موارد دیگرش هم شاهد بودیم و همه جا هم این تاکتیک ها و سیاست ها شکست خورده. قبل از حمله به کردستان اگه یادمون باشه تو ابتدا دانشگاه شریف رو محاصره کردن و تلاش کردن دانشجویان رو تو دانشگاه شریف قلع و قمع کنن و از این طریق مردم مستعصل و ناامید و به خانه بازگردونن که موفق نشدن. بعد حمله به مسجد منتسب به مردم سنی مذهب تو زاهدان را شاهد هستیم که تلاش کنن از طریق حمله به این مسجد و مردمی که منتسب به مذهب سنی هستن انشقاق ایجاد کنن، جنگ شیعه و سنی راه بیندازن و قتل عامی کردن، 100 نفر رو کشتن و اسمشو گذاشتن گروه های داعشی در اونجا حضور داشتن و گویا از گروه های داعش به پازگاه تو زاهدان حمله شده. بعد از این ماجرا باز زیارتگاهی رو به اسم زیارتگاه چهارچراغ تو شیراز رو شاهدیم که حمله کردن و 13 نفر رو کشتن و اسمش رو بازم گذاشتن یه گروه مسلح حمله کرده و پای دیگران نوشتن. بعد تو همین پروسه بمبگذاری، تیراندازی عواملشون از میان مردم و تظاهرات های مردم، شکستن در و پنجره و آتش زدن و اینا برای اینکه وانمود کنن اختشاشاتی در جریانه، یه عده اختشاش میکنن و اموال مردم رو
تاراج میکنن، حمله میکنن، میسوزونن و توجیه کنن کشتار خودشون و حمله به مردم و زمینه سرکوب رو آماده کنن. تو همین فاصله زندان اوین و آتش گرفتنش رو شاهدیم که مردم ایران در جریان هستن و نهایتا حمله و لشکرکشی به کردستان. هدف همه این سیاست ها در دنیای واقعی حمله به انقلابیه که در جریان و شکست مردمیه که به میدون اومدن که تکلیف جمهوری اسلامی رو معلوم کنند و سرنگونی جمهوری اسلامی رو تأمین کنند. برای مقابله با این انقلاب هر جا گفتم سیاست اتخاذ کرده و حمله به کردستان، حمله به این انقلاب از طریق کشتار دو کردستان این بار تلاش کرد به اسم حمله به نیروهای مسلح، حمله به تجزیه طلبان مسلح، اوباش مسلح و خیلی الفاظ دیگه چه به کار برده، با قلق و خم تو کردستان و خونریزی تو این منطقه سعی کنه انشقاق ایجاد کنه، کردستان رو جدا کنه و به علاوه اینکه به این انقلاب ضربه بزنه، ضربه به انقلاب و تلاش برای سرکوب انقلاب سوم تو ایران از طریق کشتار تو کردستان، همچنان که قبلا تو زاهدان، تو شیراز، تو جاهای دیگه، تو دانشگاه شریف این سیاست رو به کار برد. طبیعتا این به همین عنوان مردم ایران نگاش میکنند و به همین عنوان همچنان که شما هم گفتید همه جا مورد اعتراض قرار گرفت، مردم دستشو خوندن و در دفاع از مردم کردستان تو سراسر ایران با شعار، با تجمعات و به اشکال مختلف حمایت خودشون از مردم کردستان و در محکومیت این لشکرکشی و این قتل عام مردم ایران به صدا در اومدن. اگه چه شما توی صحبتاتون اشاره کردید، فقط میخوام خیلی کوتاه این موضوع تجزیه طلبی که رژیم بهش اشاره میکنه تا چقدر واقعا واقعیت داره؟ ببینید الان فکر کنم بالای 2 ماه اعتراضات در ایران در جریانه و قبل از این 2 ماه هم در جریان هستیم. دیمای اتفاق افتاده، شورش گوشنگان اسمش گرفت، اسم نام برده می شد. دیماه آبان ماه 98 اتفاق افتاده و هزار و یک اعتراض، اعتراضات وسیع کارگری، اعتراضات تو دانشگاه ها. همین الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم اعتصاب کامیونداران در جریانه. تو همین مدت اعتراضات تو ذوب آهن در جریان بود، تو فولاد در جریان بود. چه رژیم واسه این چه دامنه اعتراضات به مراکز کارگری کشیده نشه، ابتدا سعی کرد کلاه سرشون بذاره، نگرفت، فوری خواستشون رو برآورد کرد که طبقه کارگر وارد این پروسه نشه. دانش این که تجزیه طلبی راستش رو بخوای بیشتر رسانه های جمهوری اسلامی و از یه طرف دیگه هم گروه های فاشیستی و اولترا راست ناسیونالیسم ایرانی، آریایی پرستان هم به یه نوع به این اشاعه میدن و طبیعتا تو این زمینه الان وقتش نیست. خود احزاب ناسیونالیسم کردم کم نقش نبودن، ولی همچین ماجرای خب فکر نکنم الان مسئله تو ایران مسئله کرد یا کردها یا جدال کردها با حاکمیت باشه. جدال مردم ایرانه، مردم محرومه که با شعار آزادی زن، با شعار رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، با شعار آزادی و با شعار برابری و جامعه انسانی و با شعار سراسری که تو این اعتراضات ترک شده اومدن میدان. هیچ جا نه مسئله عرب ها، نه مسئله کرد ها، نه مسئله ترک ها، نه مسئله تجزیه طلبی در جریان، بخشی از تبلیغات حاکمیت و این تبلیغات فکر کنم جایی تو ذهن مردم ایران و مردم کردستان نداره. ما فرصت خیلی کمی در اختیار داریم. اگرچه ما عملا تی 10 روز اخیر شاهد تعطیلی دکان و بازار در کردستان بودیم، احزاب ناسیونالیست کرد، رضا پهلوی و چند جریان دیگر فراخوان اعتصاب عمومی در حمایت از مردم کردستان برای امروز پنجشنبه 3 آذر داده بودند. چرا حزب حکمتیست خط رسمی از این فراخوان حمایت نکرد؟ بینید این فراخوانی که داده شد، خب اولا تا جایی که به کردستان برگرده و احزاب کردی اساسا اینجا بالاخره بودن تاریخا، خب کردستان هم به قول خود شما الان 7-8-10 روزی در اعتصابه. من تا جایی که ما مطلعیم تنها دیروز یه مقدار مغازه ها باز شد که مردم بتونن امرار معاش کنن.
اهدافی که احزاب کردی از این فراخوان دارند در حقیقت بیشتر تبلیغیه. آقای رضا پهلوی اهدافی که داره بیشتر تبلیغیه، تبلیغی سیاسیه، و زمانی که مردم در احزابند فراخوان احزاب عمومی دیگه معنی نداشت. به اضافه این که خود این جریانات کلن، چه رضا پهلوی چه احزاب کردی، تلاش میکنند سوار اعتراضاتی بشن که تو این جامعه در جریانن و تلاش میکنن وانمود کنن که رهبری اعتراضات تو کردستان در دست احزاب کردیه و تو ایران در دست رضا پهلویه، در شرایطی که تمام تلاشایی که اینا از دو سو، یکی آقای رضا پهلوی که بر حال در رأس جریانات اولترا راست و فاشیست های ایران پرست و تو و بیمخ به طور واقعی در رأس این است و اونا تزیه طلبی بخشن، اونا میگن ایران و ایرانیت و تقدس ایرانیت، از یه طرف اینا مطرح میکنن، از یه طرف هم احزاب کردی هم تلاش میکنن از این وضعیت و از این اعتصابات به نام کرد و به نام قومیت، به نام ملیت، به نام محل تولد آدمایی که کسی تو ایران یادش نیست چی کجا متولد شده و هماهنگ و سراسری علیه بیحقوقی و در دفاع از آزادی و برابری به میدون اومدن، تلاش میکنن رنگ و لباس قومی بهش بزنن. تو همین فراخانی که اینا دادن، تو صحبتهایی که کردن، مستقیما اعلام میکنن، اعلام میکنن که کردها در دفاع از کردها، در دفاع از کردها تهران چرا ساکت هست، باید بیان در دفاع از کردها. کردها شروع کردن، کردها این دو ماه گذشته از سقز شروع شد، ما شروع شدیم، مای در کار نیست، ما مردم ایرانه، ما نه آقای رضا پهلویه نه احزاب کردی که تو تمام دوره گذشته که ایران شروع بود، دیماه اتفاق افتاد، آبان اتفاق افتاد، احزاب کردی تلاش میکردن با جمهوری اسلامی به توافق برسن و کردستان رو هیچ وقت به طور واقعی نمایندگی نمیکردن، در شرایطی که مردم کردستان تلاش میکردن در دفاع از اعتراضات سراسری به میدان بیان، چیزی که الان در جریان هست. آقای رضا پهلوی به همین صورت، آقای رضا پهلوی تمام تلاش رو میکرد وانمود کنه با اتکا به رسانه هایی که در اختیارشونه، هر دو جریان، وانمود کنه که ایرانی ها هستن، تقدس ایرانی تو تبلیغ میکرد و اونم به صورت ناسیونالیسم عظمت طلبی ایرانی رو برجسته میکرد که علیه اتفاقاتی که تو ایران در جریانه. مردم تو جهان به احترام اعتراضات برابری طلبانه، انسانی که رنگ قومی نداره، رنگ بومی نداره، رنگ مذهبی نداره، رنگ تفاوت جنسی نداره، این پرچم ها توش حاشیه شده، تلاش رژیم جمهوری اسلامی واسه اینکه کردستان رو جدا کنه، اسمش رو بذاره تجزیه طلب و کردها، شکست خورد تو داخل ایران. اینا یکی به اسم کرد، یکی به اسم ایرانیت اومده تو دو سوی یه ماجران که تو ایران به طور واقعی به اعتراضات مردم مرتبط نیستن و به همین دلیل حزب حکمتیت نمیتونست با همچین اتفاقی بیاید در شرایطی که مردم ایران وسیعاً، اگه این اعتصاب شکست میخورد، اگه این اعتصاب جواب نمیگرفت که الان دادن و امروز فراخانشونه که کردستان خب از قبل تو اعتراض بوده، تو اعتصاب بوده، اگه شکست میخورد قطعا ناسیونالیست ها میومدن میگفتن کردستان، تهران، فارس ها، غیر کردان نیومدن حمایت کنن. اگه میگرفت آقای رضا پهلوی میگفت خب من فراخوان دادم ایران به حمایت از کردها اومدن میدان. این منتگذاری از دو سو رو مردم ایران حقیقتش بخواهی از توازن خارجه. مردم ایران تو تمام این دوره، از تو همین حملاتی که تو این مدت از شهرهای کردستان کردن و لشکر کشیدن حمایت کردن. شعار مردم مهابت شعار کردها نبود، شعار مردم آذری، آزادی و برابری بود. شعار مردم تهران، مردم مشهد، مردم شهرهای دیگه کردستان چشم و چراغ ایران بود. زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران، شعار مردم تو این اعتراضات بود. از تو همین مدتی که به شهرهای کردستان حمله کرد، از تهران و بقیه شهرها بسته های دارویی جمع‌آوری کردن واسه جوانرو مهابت فرستادن. تو همین مدت دکترها تو ایران اعلام کردن هر خدماتی از ما برمیاد برای کمک بهتون خواهیم کرد.
تو همین مدت همه نهادهای انسانی، نهادها، دانشگاهها، دانشجویان، زنان، مردم تو محلات مختلف شهرها حمله و کشتار تو کردستان محکوم کردن، کاری که قبلا تو زاهدات کردن، کاری که قبلا تو دانشگاه شریف کردن، احزاب ناسیونالیست کرد و این احزاب به طور مشخص و خود رضا پهلوی یه پای مشکل و مانع در راه اعتراضاتی هستن که هیچ رنگ و بوی قومی و ملی نداره. شورش گشنگانه، شورش زنانه، شورش نسل جوانه برای آزادی، برای رفاه، برای برابری، همه مرزهای ملی و قومی و در هم نوردیده و تلاش عده‌ای به اسم اعتصاب یا به هر نامی به اسم دفاع از کردستان، انگار کردستان یه پدیده بقیه یه پدیده دیگه است. این عملا تکمیل تبلیغات و اهدافی که جمهوری اسلامی تعقیب میکنه که تو کردستان علیه تجزیه طلبان و نیروهای مسلح داره لشکرکشی میکنه و تلاش میکنه مسئله کرد و غیر کرد رو به میدون بکشه. تو زاهدان تلاش کرد مسئله سنی و شیعه رو به میدون بکشه. خب هر که تو این میدان بازی کنه عملا خوراک تبلیغاتی اونا رو تقویت کرده، چیزی که احزاب ناسیونالیست میکرد با منتگذاری رو بقیه ایران که ما شروع کردیم، ما کرد ها الان بیایی از ما لطفاً همینو دنبال میکنن. لطفاً جنبندی کنید. من تنها آخرین نکته که میخوام بگم اینه که مردم تو سراسر ایران در حال اعتراضن. اگه به هر نقطه برای شکست این انقلاب و این اعتراضات جمهوری اسلامی لشکر کشیدی، از شریف تا زاهدان، از زاهدان تا زندان اوین، از زندان اوین تا کردستان، مردم در مقابلش ایستادن. مردم تو سراسر ایران در حال اعتراضن، در دفاع از کردستان و علیه لشکرکشی، در دفاع از علیه کشتارهایی که حاکمیت تو این مدت کرده، برای آزادی زندانیان، در دفاع از حق زن، و این پرچمی سراسری است و حزب حکمتی است، بخشی از این ماجراست، دخیل تو این ماجراست و تلاش میکنه تو این مسیر هر نوع انشقاقی به نام کرد، به نام عرب، به نام ترک یا فارس، مذهب شیعه یا سنی در مقابلش وایسته، چیزی که مردم ایران تا حال کردن و پوزه حاکمیت رو در این تلاش ها برای نفاق قومی یا مذهبی رو به خاک مالیدند. مرسی. البته این شعار کرد بلوچ آذری تنها در محابات نبود، در پیرانشهر و همچنین جوانرود هم سر داده شد. جهت بسیاری از این شعارها تو بسیاری جاهای دیگه تکرار شده، ولی مسئله اینه شعارهایی که مردم تو ایران تو دانشگاه ها تو تجمعاتشون میدن خیلی شعارهای سراسری انسانی، همدردی، همسرنوشتی، یکی بودن، تقسیمات قومی و ملی و اینا رو بر نمیداره که تلاش میشه این رنگ رو بهش بزنن از جمله احزاب ناسیونالیست کر. خالد حاج محمدی، دبیر کمیته رهبری حزب حکمتی، خط رسمی، مرسی از اینکه دعوت ما رو به این برنامه قبول کرد. ممنونم و خیلی تشکر میکنم.